سلام خانم بابک، من پسری 17 ساله هستم. از کودکی رفتارهای دخترانه نشان می دادم. در ضمن صدای زیر دارم، زیبا بودم و دائما به من قصد تجاوز داشتند، اما زیرک بودم و می فهمیدم و خودم را نجات می دادم. گذشت تا سال دوم راهنمایی، فهمیدم که معلمم را دوست دارم. شمارش رو به من داد. فقط ارتباط کلامی داشتیم و اصلا نمی دونستم عشق چیه، اما وقتی حرف نمی زدیم احساس کمبود داشتم. همه چی خوب بود تا اینکه دیگه تلفنم رو جواب نداد و من موندم و یک عالم خلا. خلاصه با خودم کنار اومدم و سوگواری اون رابطه تمام شد تا وقتی وارد دبیرستان شدم و با کمک یکی از دانش آموزان که 2 سال از من بزرگتر بود میزهای مدرسه رو جابجا کردیم. من عاشق شدم و هر کاری کردم با هم باشیم. 2 ماه دوست معمولی بودیم که فهمید من عاشقشم و به هم گفت دیگه نمیخوام دوست باشیم. من داغون شدم، افت تحصیلی پیدا کردم، دیگه به خودم نمی رسیدم و توی تاریکی و جای تنگ می شستم تا اینکه با دخترها و پسرهای زیادی وارد رابطه شدم و تا وابسته می شدن ترکشون می کردم، یعنی نسبت بهشون سرد می شدم. خانم بابک، من الان اون دوستم که عاشق شدم رو بعد از 2 سال دیدم. وقتی دیدمش برام مهم نبود، اصلا در حالی که قبلا می دیدمش تپش می گرفتم، دستان سرد می شد و خوشحالم با یک آقای وارد رابطه شدم که می ترسم ازش سرد شم، که 1 سال از من بزرگتره. ایشون رابطه نداشتن و فقط عاشق دوستشون شده بودن. اون هم بهشون نگفتم. اصلا من می ترسم ازش سرد شم، چی کار کنم؟ خانم بابک، این بیماری من که هم خودم و هم بقیه رو عذاب می ده رو چگونه درمان کنم؟ با تشکر از مهربانترین مهربانوان خانم ارشادی عزیز و دکتر بابک عزیز. اولا که به نظر میاد که میدونی گی هستی عزیزم و هیچ نگران گی بودنت نباش. ما هم من هم خانم ارشادی و همه آزاد اندیشان پشت شما هستیم و امیدوارم با تلاشی که ما از طریق رادیو و پست‌های اینترنتی و دنیای مجازی داریم تلاش میکنیم این مسئله رو نرمالایزش کنیم، نرمالش کنیم و اجازه بدیم که دیگران هم حق زندگی کردن داشته باشند و اینقدر عقیدتی، دینی، مذهبی، سنتی و فرهنگی خود به قضایا نگاه نکنیم. پس در مورد گی بودنت به نظر میاد که میدونی گی هستی، اما عاشق شدن به خاطر اینکه تو دوران کودکی و دوران نوجوانی تو 2 بار عاشق سخت شدی و اونا وقتی فهمیدن که تو عاشقشون شدی نگران شدن و دیگه با تو تماس نگرفتن، تو یه سرخوردگی عشقی پیدا کردی، از عشق و عاشق شدن ترسیدی، در کنارش هم یک خشم خیلی بزرگی اومد سراغت، خشم و یه حالتهای انتقامجویی و ناامنی. این 3 تا تو رو محاصره کرد با اون 2 تا تجربه های قبلی که شکست عشقی بود و طرد شدی از عشق. الان که وقتی که وارد رابطه های مختلف شدی، اگه دقت کنی خودت دقیقا همین کار رو نوشتی باشون کردی، یعنی به محض اینکه به نزدیک شدن تو طردشون کردی. الان هم با فردی آشنا شدی که 1 سال همش از تو بزرگتره و خیلی خوشحالم از اینه که تقریبا همسن هستیم، این خیلی مهمه و اونم تجربه مختلف سنگین آنچنانی نداره که خیلی آسیب خورده باشه و به نظر میاد که دوتاییتون میتونین تجربه خوبی از این رابطه با هم داشته باشید. مهم نیستش که از این رابطه سرد بشی یا نه، مهم اینه که تو یاد بگیری از تجارب مختلف پوست روانیت رو محکم کنی که مثل 2 بار گذشته اینقدر آسیب نخوری و افسرده نشی و درس و رو زندگی تأثیر بذاره و همچنین تو رو ایزولت کنه. این خیلی مهمه که دوستت هم یاد بگیره اگر احیانا بعد از یه مدتی احساس سردی کردی، در مورد احساس سردی باهاش صحبت کن قبل از اینی که
با اون صحبت کنی، صدای منو چندین بار گوش کن که به خودت بگو آیا درست میگه، من دارم یه جوری انتقام جویی میکنم، آیا عدم اعتماد پیدا کردم، چرا من دقیقا کاری رو که اون دو نفر با من کردن دارم با دیگران انجام میدم. سوم، این عدم ناامنی باعث شده که من سرد بشم. سرد شدن یعنی این که به اندازه کافی خودتو پروتکت یا محافظت میکنی، نمیخوای عاشق دل خسته بشی که اونجوری سرخورده بشی. به خاطر این تو ناخودآگاه یه سیستم دفاعی برای خودت درست کردی که بیش از حد نزدیک نشی یا عاشق نشی، چون از عشق ترسیدی. اما یادت باشه تو این سن خیلی نرماله که دوباره عاشق بشی، دوباره فارغ بشی، دوباره شکست بخوری، ولی این بار دیگه نباید مثل گذشته تو شکستت اونقدر تو رو آسیب بزنه. با دوستت هم در این مورد بذار صدای من دوستت هم بشنوه. فعلا رابطتون رو ادامه بدین، جفتتون سنتون خیلی کمه که بخواین به رابطه یه تا آخر عمر بهش نگاه کنین، برای هم دیگه یه تجربه یه که هر دو کسب میکنین. اگر عاشق هم دیگه شدین مراقبت از این عشق باید بکنین، اگر از هم ناراحت شدین در موردش صحبت کنین، بعد در مورد ترس از سرد شدن صحبت کن صادقانه باهاش، اگر احساس سرد شدن کردی باهاش صحبت کن. اینجوری هم رابطه بهتری میتونین داشته باشین و هم گفتگو، رابطه گفتمان سالم و گفتگوی سالم میتونید یاد بگیری تو این رابطه داشته باشی. و اگر احیانا سوء تفاهمی هم بین شما ها پیش میاد، اینجوری دیگه سوء تفاهم ها رد میشه میره. ولی اگرم احیانا این رابطه هم رابطه خیلی عاشقانه ای نشد و یا اینکه خواستی از این رابطه بیای بیرون، نگران نشد، تو همش 17 سالت عزیزم، چرا اینقدر سخت داری میگیری؟ 27 37 57 67 که نیستی اینقدر نگران باشی که چرا. اینا همه همون دوران بلوغته که داره بهت تجارب مختلف رو یاد میده. فقط درایتتو بیشتر کن، خودشناسیتو بیشتر کن، ضعفای خودتو بهتر ببین و یادت باشه که انتقام جویی ناخودآگاه اگر داری، انتقام جویی به درد میخوره. و اگرم این بار میخوای یاد بگیری، یاد به خودت یاد بده که اگرم عاشق این فرد یا هر فرد دیگه شدم، میدونم که عشقی که طرف نباید باشه و اگر که احیانا تمام شد آخر دنیا نمیشه. مواظب خودت باش و گود لک.